رجا و امید فرد و بنده مسلمان را به خداوند نزدیک کرده و آرامش باطن و درون به وجود میاره و انسان مسلمان در مقابل مصیبت ها در مقابل ناملایمات زندگی در مقابل سختی ها و مشکلات قطعا قوی تر به بار میاره و انسان میتونه انسان مسلمان در مقابل چالش هایی که در زندگی به او برمیخوره با رجا و امیدی که به پروردگار داره قطعا این انسان مسلمان قامتش خمیده نشه و در مقابل مشکلات و در مقابل سختی های روزگار مبارزه بکنه رجا و امید یک از عبادت های قلبی است که در آیات قرآن کریم و احادث پیغمبر علیه السلام و سلام ما معمور شدیم که قطعا باید ما به درگاه خدای خود امید داشته باشیم امید و رجا به درگاه الله متعال میتونه درجات انسان مسلمان در پیشگاه خداوند بلند ببره رجا و امید میتونه فاصله در بین خدا و بنده کم بکنه و انسان مسلمان با رجا و امیدی که با پروردگارش داره قطعا به خداوند تقرب بجویه و به خدای خود نزدیکی داشته باشه الله متعال در یک از آیات قرآن کریم میفرمایند فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا الله متعال در این آیه قرآن کریم قطعا ما و شما نوید میده و مژده میده که در صورت شما میتونین با خدای خود ملاقات بکنین در صورتی میتونین شما به اوج و مدارج عالی انسانیت و به کمال فضیلت و معنویت و بزرگی برسین که شما با پروردگار خود امید داشته باشین شما با پروردگار خود همیشه مثبت فکر بکنین شما مثبت اندیش باشین شما همیشه در مقابل سخت و در مقابل روزگار منفی فکر نکنین منفی اندیش نباشین و همیشه فکر بکنین خدایی که ما پیدا کرده قطعا این خدا در دنیا و آخرت ما فراموش نخواهد کرد خدایی که ما او عبادت میکنیم و الله که ما رضایتی او میجوییم و خداوند هم وعده کرده هر کس به دنبال رضایتی می باشه و هر کس خیر و خوبی در دنیا طلب بکنه و هر کس به دنبال کارهای درست و, و به دنبال کارهای صالح باشه خود خدا وعده کرده که قطعاً قطعاً ما در دنیا و آخرت قطعاً او انسان فراموش نخواهم کرد پس این رجا و امیده که مار به خدای ما نزدیک میکنه. پس بنده مسلمان باید قطعا در ذهن و فکرش این بگون جانه که به هیچ عنوان الله و متعال بنده خودخور فراموش نخواهد کرد. حتی بنده در اوج سختی و مشکلات هم اگر قرار داشته باشه باز هم از نگاه و از رحمت الله متعال دور نشده اون انسان مسلمان. ما حدیثی داریم که پیغمبر علیه و والسلام میفرمایند هر ذره و هر سختی به مسلمان میرسه حتی خاری که به پای مسلمان فرو بره در مقابلش الله متعال درجات این انسان بالا میکنه الله متعال به این انسان پاداش میده پس به هیچ عنوان در هیچ صورتی اگر ما با چالش های زندگی رو برو شدیم اگر با ما گهگاه با وسوسه های شیطان در مق... تقابل قرار گرفتیم پس انسان مسلمان باید باور داشته باشه انسان مسلمان باید یقین داشته باشه که به هیچ عنوان از رحمت الهی و از رحمت الله متعال ناامید نشه و از رحمت الهی دور نشده پس ما حتی ما میبینیم که الله متعال ناامیدی و یعص در زندگی و در ذهن و فکر خود خود راه دادن خداوند سخت به این امر واکنش نشان میده و الله مطال از این امر مار دور میداره و مار منع میکنه ولا من می رحمت الله خدا خودش میگه که شما از رحمت الهی ناامید نشین چرا؟ چون رحمت الهی و رحمت خداوند بر غذاب خداوند غلبه داره خود خدا میگه پیغمبر میگه که رحمت خدا نسبت به غضب پروردگار به مراتب بیشتره پس اگر ما با مشکلی روبرو شدیم اگر ما یک وقت گناه و معصیتی را انجام دادیم یک وقت فکر نکنیم که ما آز الله خدا مار نخواهد بخشید و ما از زیر سایه رحمت الهی دور شدیم و دیگر ما در زیر چتر رحمت و مهربانی پروردگار نخواهیم گنجید نخ... نخیر چون این چیزی و چون این باوری قطعا از دیدگاه شر و دین مقدس اسلام میتونه به عنوان یک گناه بزرگی برای بنده مسلمان تلقی بشه بنده مسلمان بنده است که قطعا به خدای خود و پروردگار خود در هر لحظه و در هر حالتی که قرار داره امید داره انسان مسلمان با این امیدی که داره با این باور که نسبت به خدا داره قطعا این انسان مسلمان میتونه در مقابل چالش های زندگی و در مقابل سختی ها و در مقابل کجی های زندگی و دنیا میتونه قطعا مبارزه بکنه و استادگی بکنه و زندگی آرام و در فضای آرامش زندگی داشته باشه و همچنان میتوانه این انسان مسلمان از سختی های دوزخ و از عذاب دوزخ عبور بکنه و به سمت بهشت و و به سمت رضای الله متعال و, و به سمت نعمات الله متعال این انسان مسلمان پا بگذاره و بحث امید و اینکه انسان مسلمان باید در زندگی خود امید داشته باشه حتی علما و روانشناسان هم در این قسمت یک بحث خیلی جالب و بحث کلان مطرح میکنن هر قدر ما به خداوند بیشتر امید داشته باشیم ما میتونیم استرس ها و تشویش ها و استراب های درونی خود رو کمتر بکنیم ما در دنیا میتونیم خیلی راحت تر زندگی بکنیم زندگی دنیوی ما میتونه خیلی زندگی راحت تری باشه ما با چالش ها میتونیم خیلی بهتر مبارزه بکنیم ما در مقابل چالش ها و سختی ها میتونیم به مراتب بهتر استادگی بکنیم و اگر گهگای از در زندگی از چهار طرف مشکل به سر انسان مسلمان میباره اگر این انسان مسلمان با پروردگار خود امید داشته باشه و به این باور داشته باشه که قطعا روزی میتونه که از زیر این همه کولبار بار مشکل بیرون بیایه قطعا این مشکلات قد و قامت راست این مسلمان مسلمان خمیده نخواهد ساخت و سنگینی این مشکلات و سنگینی این سختی ها قطعا بر دوش این مسلمان نمی توانه که این مسلمان از عهده اونها بر نیایه و قطعا این مسلمان تو... نتونه که با اونها مبارزه بکنه پس اینه که انسان مسلمان قطعا باید به خدای خود و پروردگار خود امید داشته باشه و حتی ما می بینیم که در حدیث پیغمبر علیه و السلام گفته شده که ما میتونیم اعمالی که در دنیا انجام میدیم نظر به امیدی که داریم نظر به سقف امیدی که ما داریم حتی میتونیم به همین پیمانه ما از پروردگار خود پاداش بگیریم در حدیث قدسی می که پیغمبر علیه صلات و سلام می انا این نظن عبدی بی من همیشه نسبت به گمان گمانی که بنده من داره خداوندی که من به او رفتار میکنم من همیشه نظر به گمان بنده و همیشه نسبت به باور بنده که بنده ای نسبت باوری که به ما داره ما با او تعامل میکنم ما می با او برخورد میکنم هر قدر که ما به پروردگار خود بیشتر امید داشته باشیم هر قدر که ما در فضای امیدی بیشتر زندگی بکنیم ما در فضا و در بحر پرتلاتوم امید در پیشگاه پروردگار ما زندگی بکنیم به همین, به همین پیمانه خداوند به ما اجر و پاداش میده هر قدر که ما با خدای خود بیشتر باور داشته باشیم ما در مقابل سختی های زندگی و در مقابل چالش های زندگی ما میتونیم استادگی بکنیم و ما میتونیم قطعا در مقابل سختی هایی که از این طرف آن طرف گهگاهی چیز طبیعی که در زندگی به متوجه ما میشه با امیدی که ما پروردگار داریم هر قدر که ما امیدی بیشتر داشته باشیم با خداوند ما میتونیم با اینها بیشتر مبارزه بکنیم ما در مقابل این سختی ها بیشتر استادگی بکنیم پس از عزیزان من اینه که بنده مسلمان باید به خداوند و به زندگی امیدوار باشه آیا رحمت الله متعال آیا توجه الله متعال آیا این که الله متعال انسان مسلمان به عنوان بزرگترین و به عنوان مشرفترین و به با عنوان بافضیلتترین موجود خلق کرده آیا این خدا برای این انسان کافی نیست قطعا الله متعال در زندگی ما کافی است خداوند به ما لطف و مرحمت و امید داره قطعا الله متعال به ما همیشه از در لطف و مهربانی نگاه کرده خداوند به ما نعمت های بیشماری داده و الله متعال در زندگی همیشه خیر و خوبی ما را طلب کرده پس اینه که انسان مسلمان باید به الله متعال امیدوار بود